سلام، به برنامه رادیویی با ما کنشگاه شتاب ملک زاده خوش آمدین. در این برنامه پیرامون دانشگاه های خصوصی و نحوه فعالیت و به خصوص دانشگاه یومف سویس شاخه آن در افغانستان صحبت های خواهد نمودیم. مهمان برنامه ما آقای پوهندوی محمد امیر کاموال، رئیس دانشگاه خصوصی وزارت تحصیلات عالی با ما هستند. خوش آمدین رئیس. خوش باشین. ما هم سلام و احترامات خود خدمت شما، کارمنده شما و تمام هموطنان خود تقدیم میکنم. سپاس از شما. آقای کاموال، در ابتدا در ارتباط نظارت و بررسی هایتان در ارتباط دانشگاه های خصوصی در افغانستان به خصوص شهر کابل میخواستم از شما معلومات پیدا کنم که تا چی حد نظارتتان جدی است، دقیق است و روند نظارتیتان چیگونه است، فعالیتتان ماهانه، روزانه یا سالوار است، چیگونه؟ نظارت ما به دو بخش تقسیم میشه. یک نظارت مسلکی است که در کل افغانستان باید یکسان باشه. بله. به طور مثال شما گفتین طب. بله. در طب باید یک متخصص طبی باشه که باید نظارت کنه. و در این باره پوهنتون طبی کابل یک تیم زیاد کمک کرده، یک تیم متخصص از استادای پوهنتون طبی ما تشکیل کردیم و این نظارت ما شاید دفته آینده شروع شود در تمام افغانستان یکسان. و این حکم رئیس جمهور هم است، مصوبه کابینه هم است که پوهنزه های طب باید در قدم اول ارزیابی و نظارت شود. نظارت دومه که قبلا گفتم که یک شکل آنی و ضرورت که پیدا میشه در یک موضوع که در فلانی موسسه این مشکل است که یا خودم میرم یا دیگر مسئولین بخش پرست ما میره و در بعض نظارت ها خود شخصی وزیر صاحب تحصیلات علی و یا یک از منصبا هم کت ما میره با این موسسات که در کابل در حدود اگر بگویم که در حدود یک 30 یا 35 موسسه تال ما نظارت کردیم، دیگهشم هم در جریان است، انشالله که در تا آخر حد این نظارت ما مکمل بشه. موضوع طب شما به یک موضوع خیلی خوب اشاره کردین. بدبختانه وقتی که طب ایجاد شده بود در او وقت کسی در این قصهش نبود که این نیاز داره به یک شفاخانه اکادمیک. سبا این مسئل فارغ میشه، کار عملی خود در کجا بکنه؟ ای که ما چی کردیم راجع به این میگم که در او وقتا در حدود 1000 و 2000 نفر مسئل جذب میشد در طب، ولی ما اینی را بیخی مقید ساختیم. وقتی که نیاز برش در جامعه نباشه، یک سبا که یک دکتر فارغ میشه و در مسلک خود باز کار دمی کنه، باز میره به یک بخش دیگه، در حقوق کار میکنه، در اقتصاد کار میکنه، چی نیاز است که دیگه فاکولته طب ایجاد شوه؟ بله. اول طب یکی از پوهنزه های ممنوعی ماست، بعد از این به هیچ کسی ما اجازه ندادیم که پوهنزه طب ایجاد کنه. کسانی که اجازه فعالیت گرفتند، آیا همچو شرایط برشان وضع شده بود که باید اینی شرایط و اینی معیارات در نظر گرفته شما دانشگاه در ارتباط خصوصا تدریس طب شما ایجاد کنید؟ من به میبخشم. بله. ما قبلا هم گفتم که در افغانستان یک پدیده جدید بوده و در او وقت هر کس که میامد عریضه میکرد و بالاخره حکم برشان داده میشد که برو تو پوهنتون یا مؤسسه ایجاد کن. حال در طب ما سر تمام پوهنتون ها وضع کردیم که بیشتر از 100 مسئله شما نمیتونید که در کنکور جذب کنید. یعنی با مو اندازه دولتی مثلا پوهنتون طبی کابل ما 100 نفر یا 100 و چند نفر جذب میکنه. بله. فلهذا به تمام مؤسسات گفتیم که شما از 100 نفر بیشتر نمیتونید جذب کنید. لابراتوارا چیزی که ما میخواییم بود در طب به او ضرورت است، کل لابراتوارا سرشان اماده ساختیم. میمانم موضوع شفاخانه اکادمیک. بله. راجع به ایجاد شفاخانه اکادمیک ما با وزارت محترم صحت عام هم چندین ملاقات ها کردیم و برشان گفتیم که یک طرز العمل باید ساخته شوه که طبق کدام طرز العملی میتن یک شفاخانه را بسازه. یک شفاخانه مجهز است که در دیگه کشور است، ما فعلا نمو شفاخانه را نمیخوایم، سعی است که جواز شو وزارت محترم صحت عام میده. بله. ولی ما یک شفاخانه اقل اکادمیکی باشه که همین مسئل که سبب فراغت سند فراغت خود میگیره ولی اقلا یک روزم که کار عملی نکده باشه چی قسم بزی یک دکتر ساخته میشه. بعضن همی دانشگاه ها میگن که ما قراردادهای با شفاخانه های دیگر داریم، وقتی که مسئله ما در دوره ستاج رسید به او شفاخانه ها معرفیشان میکنیم و قراردادها. این شکلی معیاری است؟ شک نیست. یک تعداد از پوانتونا ما بیرو گفتم مثلا به شفاخانه هلال احمر افغانستان سرامیاشت و به دیگه شفاخانه، ولی باز هم با ما بسنده نیست. اینجا تعداد مسئله ببین، اینجا شفاخانه رو ببین، این به هیچ وجه رسیدگی به این مشکلات شان نمی کنه. یک طرف قضیه دو سه موضوع که زیاد چی میشه، یکی ما تمام کریکولوم های پوانتونه افغانستان اینی رو واحد ساختیم. بله. نظر به مقتضای وقت. دوم سر استاذا زیاد تاکید کردیم. بدبختانه که سابق
نه تنها که استادای لیسانس تدریس میکرد بلکه در یک تعداد از موسسات حتی از لیسانس که هم سندش پایین بوده 14 پاس بود کجا تدریس میکرد. ما طبق قانون تحصیلات عالی افغانستان که نه تنها به دولتی او ساخته شده بلکه به خصوصی هم بعد از این هر استاد که تدریس میکنه او اقلا باید سند تحصیلیش ماستر باشه و انشالله در حدود 60% عملی شده 40% باقی مانده که مانده در یک تعداد سابق استادای لیسانس بوده. اونجا پوانتون هم مکلف است و خود شخص هم مکلف است که در ظرف 3 سال یا 4 سال با و زمینه مساعد کنه که او سند تحصیلی ماستری خود بگیره. کامنوالس، بر چیزی که شما عنوان کردین، گفتین کارکرد ماست و ما این تغییرات آوردیم، این تغییرات در پی از سیستم که بیاریم. خب رهبری گذشته وزارت تحصیلات عالی همچون فکر نداشتن، در این راستا کارهایی را انجام ندادن، نظارت آنان چیگونه بود؟ باز برمیگردیم به موضوعات اصلی برنامه مستند تحقیقی در ارتباط دانشگاه یوماف سوئیس. راجع به رهبری گذشته ما به این خاطر صحبت نمیکنیم که هر کس جوابگوی اعمال خود است. امروز ما اینجا هستم، بله، سبب پس از این میرم به وظیفه اصلی خود که در پوانتون کابل یک وظیفه دارم، استاد پوانتون کابل هستم. اما اگر شما امروز تخطی انجام بتین، فردا که با اوجه میرین از جرب سلب صلاحیت میشین، بله، باید جوابگوی اعمالتان باشین. بله، ده شکی نیست. خیلی پس هر چیزی که میکنین باید جواب، بله، اینی سوال باید از همون مسئولین هم شما بکنین، بله، امروز که چرا ده او اخی کار نشده باید میشد، چرا اینی کار نشده باید میشد، بله، این فلحاز همون مسئولین فعلا هم هست، او که وزیر سه بود، موین سه بود، کسی دیگه بود، شما بیتونید که از او هم سوال، بله، کنم. مشخصا من بر پنتون یوماف سوئیس شاخه آن در افغانستان چیزی را که ذکر کردن. خب وزارت تحصیلات عالی گفت بنابر قواعد و بنابر مقررات و بنابر مکاتیبی که رد بدل شد از طرف سفارت افغانستان در سویدن و واپس از طریق وزارت خارجه مواصلت کرد، این پنتون یوماف سوئیس شاخه آن در افغانستان غیر قانونی فعالیت داره و اسنادش جعل است. آیا شما میپذیرین این گپه؟ در حدود 5 ماه قبل از امی خود سفارت سوئیس به ما تلفن کرد، یکی از سناتور صاحبا، بله، در وقت یک وکیل صاحب اسناد برده بود در سفارت، تیر مور و تاپا میکرد که امی سناتور صاحبا اوجا متوجه شده که با چی خاطر در کدام قانون است که این سفارت تاپا کنه. وقتی که موضوع به ما آمد و گفت که اینجا خب بنام سوئیس هیچ پوانتون نیست، بنام یوماف سوئیس هیچ پوانتون نیست، بله، اجرات شما چی است؟ ما گفتم چون سفارت نمایندگی سیاسی مردم و دولت افغانستان اونجا است. بله. سفارت باید اینی موضوعات به ما رسمی روان کنه، چیزی که یاد دیده امور باید رسمی به ما بگوید. بله. در حدود 1 ماه بعد یا 1.5 ماه بعد سفارت چیزی تحقیقات خود که کرده در وقت یک نامه روان کرده بود به وزارت خارجه کشور سوئیس. بله. وزارت خارجه کشور سوئیس رسما برشان گفت که به نام یوماف سوئیس ما هیچ ایجا پوانتون و مؤسسه نداره. بعد از سفارت افغانستان زمیمه امی خود مکتوبشان در حدود 50 چند ورق اسناد به وزارت خارجه افغانستان روان کرد. بله. قبل از اینکه به وزارت خارجه برسه یا به وزارت خارجه رسیده بود، این حتی به یک کاپیش به مطبوعات هم رسید. یکی از تلویزیون ها بود که با ما تلفن کرد که به یک پوانتون خصوصی تان جهل و فریبکاری است، شما چی کردید در مقابلشان؟ ما گفتیم سند رو ما نشان بدیم. گفت فعلا سند ما داریم. ما گفتیم یه اسناد که با ما رسمی از وزارت خارجه آمد، بعد از اون ما میتونیم که تصمیم به خود بگیریم. در حدود 20 روز بعد از وزارت محترم خارجه از 3 ریاستش جدا جدا یه اسناد به ما رسید که در این اسناد سفارت دولت افغانستان در سوئیس واضحا نوشته کرده بود که به نام یوماف سوئیس پوانتون در سوئیس موجودیت نداره. موجودیت فیزیکی نداره. بله. موضوع که به ما رسید، ما میجا دوستا متاسفانه که خود رئیس و مؤسس یوماف سوئیس در کابل خودش ایجا نیست فعلا. نه. ولی کسانی که نمایندگی میکنه از اوها با وجودی که رسما به ما معرفی نشده که باید به جایش کی باشه اینجا، خوی دوستا را خواسته برشان گفتیم که ای تو اسناد آمده جواب شما چی است؟ تمام اسناد های تانه جمع کنید بین که در مطبوعات مگه دفاع میکنیم چیزی که حقایق است، خدا نخواسته ای تو نشه که حق شما با سبب سوخته شوه، باید واقعیتا باید برملا شوه. بله. دوستا چندین بار دوستا آمدن، حتی یار
خواستیم یا بردیم بالا به کمیسیون عالی ایجاد کرده کمی... هر تصمیم که در پوهنتونای خصوصی گرفته میشه این مسئولیت از کمیسیون عالی ایجاد است. در این کمیسیون به رهبری شخص وزیر صاحب میکنه و موین صاحبا و چهار رسای پوهنتونای مرکز دولتی یک نماینده از اتحادیه پوهنتونا و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در حدود 18 یا 20 نفر از این کمیسیون این دوستا را خواستیم بالای را بردیم گفتیم بیاین شما دفاع کنید از استاد. متاسفانه در حدود یک ماه یک و نیم ماه شد که ای تو اسناد ارائه نکردند که چیزی که وزارت خارجه دولت افغانستان به ما روان کرده یا سفارت سوئیس که در مقابل او جوابگو باشه ای تو اسناد متاسفانه به ما ارائه نشد. خب کامل صاحب همینجا دیالوگ کنیم. بعض سندها در دسترس ما قرار داده شده از طرف پانتون، مثلا این سند که درش تصدیق نامه یومف سوئیس از کشوری که صادر شده سرتیفیکیت است اونجا نشته است تو همت مای کانسرن به مقام مربوطه حتما بر شما میو کپی ها رسیده. این سرتیفیکیت با تاریخ هایی که صادر شده صحیح بعد از او یا بعض عرایض دیگه را دادن که به رهبری گذشته وزارت تحصیلات عالی برمیگرده. مثلا این شما سعی کنین در امضای مسعود ترشتوال رئیس مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی و برازیان سند جواز فعالیت دادن و همچنان خب سندها خیلی زیاد است. حتی کسانی که در گذشته به حال هم کار میکنن پوهنوال سید بهادر اکبر میر فعلا فعالیت میکنن به وزارت تحصیلات عالی چی کار هستن؟ رئیس انسجام امور کریمی. خب همینجا من متوجه یک چیزی به خیلی انوان دادش یا امضا کردن با این همه. خب سند خیلی زیاده، سال نشان دادنش وقت میگیره چون در برنامه رادیویی در مستند ما نشان دادیم هم سند کل سند داره. چگونه یا تانستند که همچو سند ارائه کنند و بر رویت از او اسناد خود بتانند جواز فعالیت بگیرند و بتانند تا اینقدر وقت محصلین جذب کنند، پول بگیرند، پولهای گزاف را جمع آوری کنند و سند فراغت بر محصلین بتن و بعض محصلین هم در جریان راه هستند، سرنوشت از او، وقت از او چی میشه؟ شما می دوستانه در اول که رای کنه به ما بتین؟ بله این نه یا می دوستانه دیگه مکاتب که بوده که ما برای کنه توضیح بتین. خوب است اینی اسناده که همین دوستا به ما هم آوردن. بله در وزارت هم موجود بود. همینجا خودش یه اسناده که شما ببینین این که از کجا گرفته خود شما که با می صاحب برین انشالله در موجه در صاحب که برین چیزی که راجع به یوما فی سویس هم موجه گفته شده خود شما قناعت تن حاصل میشه به این معنی. خب بران چیزی که شما تحقیق کردین چی بود؟ بله چیزی که ما اونجا پیدا کردیم و با مسئولین محترم ما اینی رو نشان دادیم. به طور مثال جناب دکتر سیب عبدالله عبدالله رئیس اجرای دولت اسلامی افغانستان ما را خواستن سند برشان بردیم. در سند بالا نوشته شده که ریپابلیک کانتون دی جنوا. دلیل اینی بود که ای در سوئیس رسمیت نداره، ای در کانتون جنوا است. در کانتون جنوا رسمیت داره. خود اینی سایت که ما باز کردیم در این سایت چیزی که نوشته شده در کانتون جنوا نوشته است که این یومافی سوئیس پیش ما ثبت است. پیش ما ثبت است ولی سندش پیش ما رسمیت نداره. نه تنها یعنی تنها ثبت شده ای. تنها ثبت شده. با شما معلوم است که در کشورهای خارجی یک سیگارت فروشی وقتی که فعالیت میکنه اون ثبت میشه به خاطر که سبب باید مالیه بده به دولت. راجی به سندش گفته که سندش پیش ما رسمیت نداره. این مربوط به کارفرماست که این را به رسمیت میشناسه یا نمیشناسه. از اینجا کسانی که فارغ شده پس رفته به سوئیس میخواد که به دکترا خود ثبت نام کنه ولی به او گفته که این سند پیش ما رسمیت نداره. یکی موضوع رسمیت که نه تنها که در کانفدریشن سوئیس رسمیت نداره بلکه در خود کانتون جنوا این رسمیت نداره. وقتی که سندش همونجا در جای اصلی به رسمیت شناخته نشوه آیا به دیگر کشورها به رسمیت شناخته میشه؟ نه. موضوع دومش اکردیتیشن یا اعتبار دهی است که بدبختانه نشده این به جای خود این را میمانه. موضوع دوم هم شما که گفتین که مربوط میشه به وزارت تحصیلات عالی بله شکی نیست در وقت وقتی که یا اسناد خود آورده ولی یک چیزی که به وزارت محترم تحصیلات عالی میکرد باید هیئت خود روان میکرد که واقعا این تو یک پوانتون جاس یا نیست که بدبختانه وزارت تحصیلات عالی هم این کار نکرد. خب این غفلت وزارت تحصیلات عالی باعث از این میشه که صدها محصل کسانی که در قشر جوان هستن وقتشان بگذره پول بده بردازن و آخر نتیجه هم نداشته باشه. من به این بخش من بله این ما گفتم
شما باید از مسئولین وقت بپرسید که چرا این وقتی که مکمل نشده تا مراحل نشده چرا برایشان جواز داده شده و باید جواب بده. من به این موضوع که ما در افغانستان سی پوانتون دیگه هم دارم، پوانتونایی که از کشورهای دیگه است و شاخهای خود به افغانستان آورده، مثلا پوانتون آمریکایی است. پوانتون آمریکایی یک برانچش در افغانستان فعلا کار میکنه. بله. ولی به خود شرایط داره. اول تفاهم نامه است بین دولتان که متاسفانه ما به یومف سوئیس ایتو تفاهم نامه داریم. تفاهم نامه بین دولتان. بعد از این موضوع میره به کابینه یا به شورای وزیرا که اوجا باید پاس شوه. بعد از او سب تضمین باید بته. حق الامتیاز خود باید بته. بله. مالیات باید به دولت بته. که پوانتون آمریکایی خوشبختانه این کار خود کرده. شرایطی که وضع شده و این طی مراحل صورت نگرفته، پس چیگونه این من نمونه از اسنادی که بر ما ارائه شده پیش ما است، اما از این شاید ده ها و بیست صد های دیگه، صد ها خود نمیتونم گفته، شاید ده های دیگه نزدشان بود که مرا ندادن اما نشان دادن در مستند تحقیقی که به این شکل یا اسناد گرفتن از وزارت تحصیلات عالی به خاطر فعالیت خود. پس اینها چیست؟ امید دو سنده که شما نشان داده شکی نیست که از وزارت تحصیلات عالی است، ولی ما براتان جوابم دادیم که باید مسئولین وقت باید جواب بگوید. خب ما مقصد ما این است که باید شما جواب بدین که غفلت کی صورت گرفته در آن زمان؟ راجی به این میم. بله. راجی به این میم که غفلت کی کرده؟ آها. این باید اصولا طی مراحل میشد، ولی متاسفانه از طرف ریاست پوانتونا و مؤسسات تحصیلات عالی پیشنهادم نشده. بله. پیشنهادم از یک اداره دیگه شده. باید تحقیقات صورت بگیره که چرا جای اصلیش کجا بوده، از کجا باید تای مراحل میشد. کاموال صاحب در ابتدای صحبتتون یک چیز گفتین امروز ما در اینجا وظیفه انجام میتونم، فردا به یک جای دیگه هستم، اما از امروز خود ما جواب گوستم هر کار را که میکنم. خب ارگو ما میگم ارگو این شاخه یومف سوئیس پانتونش در افغانستان غیر قانونی است، اسنادش جعل است، اکتفا به می خواد شد که تنها باید پانتون بسته شوه، مورولاک شوه و مسئولینش یک سرنوشتش به یک شکل دیگه برش رسیدگی شوه. خب کسانی که این کار را کردن با آنها چی باید رفتار شوه؟ به اکتفا نمیشه. بله. این اگر شما مکاتب سفارت و وزارت خارجه را بخوانید به شما انشالله سوال قانع کننده شما میتونید که دریافت کنید. بله. کار ما دو بخش داره. یکی بخش اکادمیک است که ما اونجا تصمیم خود گرفتیم. بله. و به معسل رسیدگی میشه، حق معسل باید به معسل داده شوه. چرا که واخو به اطمینان وزارت تحصیلات عالی اوجا آمده اونو جششته درس خود قنده. ما تمام اسنادای مسئولین خواستیم در حدود یک دو سنف سه سنفش جمع کردیم، دیگه سنفش انشالله در هفته آینده کلش جمع میشه. وزارت تحصیلات عالی تصمیم خود گرفته که یاد کجا باید درس باقی مانده خود بخوانه. دیگه آن تمام ایده که فارغ شده وای راجی به فارغ کس وجودا موضوع است، او را هم ما گفتیم چون فعلا به ما حق اولیت که داره. شاید عمو تعدادی که فارغ باشن خیلی منتظر جواب نه. شما باشن و امید ازی داشته باشن که شما یک چیزی بشنوید. اگر ما وقت بتین چون فرصت کم. بله. ما وارا خواستیم. بله. وارا خواستیم خود موین سوا بود، خود مام کتشان چشتیم، چون حق اولیت به ما اینی معسل که فعلا معسل است که وقتشان باید ضایع نشوه. یا باید دستی بره، یا در پوانتون کابل، یا در پوانتون امریکایی، یا باید بشینه درسای خود پیش ببره. تعداد فارغینش که تعدادش در حدود 95 یا 96 نفر است. وارم یک بار کتشان مجلس گرفتیم، البته با نمایندگانش که در حدود 40 تا 50 نفر بوده کتشان ششتیم. تمام اسنادای وارم میخوایم، چون وقتی که در پوانتون اصلش از بین میره، فرعش هم از بین میره. بله. فلحاظ با یا هم یک سندی داده میشه، سندی که به اینمی مردمایی که فعلا به مو پوانتون باید رو معرفی میکنیم. البته بعد از یک انترویو عادی که باید یک انترویو کتشان شوه که یا واقعا پوانتون خوانده، یعنی این بجای خود. ولی موضوع دیگهش که باید به ارگانای عدلی و قضایی بره، این کار وزارت تحصیلات عالی کرده. تمام افراد که در این موضوع زیده هستن بلوی سرانوالی روان کرده. بله. هر کس که در این دخیل بوده. بله. و تحقیقات خود میکنه، وقتی که نتایجش معلوم شد با شما هم خواهد داد، با ما هم خواهد. یک مورد کوچک دیگه هم که میخواستم دمی راستا داشته باشیم نظریات را که با ما شریک شد، گفتن پانتون یومف سوئیس فعلا فعالیت داره، حضور فیزیکی داره در سوئیس، کاملا یک دانشگاهی هست که محصلین دارن، استادان دارن و خواستار هیئت مختلط شدن که به خاطر رفتن به اونجا و دیدن و در نهایت نتیجه کار از نزدیک دیدن و با شریک ساختن نتیجه کار. آیا وزارت تحصیلات عالی در این راستا موافق است؟ نه. دلیلش بگویم. بسیار مختصر میگم. بعد از شخصی وزیر صاحب
موین صاحب علمی وزارت تحصیلات علمی است. بله. خود موین صاحب علمی با می کشور سوئیس رفته با یک تعداد بوینای دیگه که میگه بدون دو اتاق و سه اتاق چیزی دیگه را ندیدیم به نام مسئول مکس را ندیدیم. یک موضوع. موضوع دوم که از وقتی که همین موضوع پیدا شد با این دوستا گفتم که در خود کشور سوئیس همین پوانتون شما که است لطفا به ما بگوین که چقدر تعداد مسئول فعلا است و چقدر تعدادشان فارغ شده. متاسفانه تا امروز به ما جواب نداد. و دلیلشان در اوائل ای بود که چونوج رسخطی کرسمس است. چند ماه دیگه هم گذشت تا به امروز اینی به ما واضح نشد که واقعا اونوج مسئول است یا نیست. و سوال دوم که خیلی مهم است. همین چیز را که یا خواستار هستند که حیات مختلط تشکیل شود و ما بریم از نزدیک ببینیم. به خاطر چی باید به خاطر از اینکه میخواین حضور فیزیکی این دانشگاه را ببینن در اوجا معاصلینش چیزی را که بر ما در مستند گفتن. بله مستند وقتی که موین یک وزارت خودش بره تمام جریان و گزارش خود در وزارت بگویه آیا بازم لازم است کسی دیگه بره؟ اگر فرض کنید که همین موین صاحب خدا نخواسته ای که تضاد داره سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان نمایندگی کل مردم افغانستان و حکومت افغانستان میکنه. وقتی که سفارت ما تو باشه آیا لازم است کسی دیگه بره؟ خود سفارت همی تحقیقات کده. خود سفارت مکاتب رسمی خود به دولت داده. خود سفارت که نمایندگی یک کشور میکنه بازم لازم است که کسی بره به سوئیس و وقت خود ضایع کنه. خب در یک جمله اخیر اگر بگین کاموال صاحب که در نهایت این دانشگاه غیر قانونی است، فعالیتش غیر قانونی است و دیگر مدار اعتبار نیست کار کردش. فعلا فیصله وزارت تحصیلات عالی میسکی مکتوب برشان رفته. بعد از مکتوب بله. هر کس که اونجا میره و در سنف بشینه او به وزارت غیر قانونی است. ما اسنادش خواستیم، رسما اسنادش خواستیم، حیات روان کردیم. متاسفانه که اسناد برشان نداد، ولی به شکل انفرادی خود مسئولین به ما اسناد میره. وقت برشان معین میشه دفته آینده که تا کدام روزی مسئولین میتونه که مراجعه کنه. بله. ما تصمیم گرفتیم راجع به مسئولین، مشکل مسئولین انشالله حل میشه. تشکر از حضورتان در برنامه آقای کاموال. خوش باشین شما. زنده باشید. و تشکر از شما بیننده گرامی که ایندم با ما همراه بودید. تا دیدار بعد خدا نگهدارتان. تشکر.